نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسین شیرازی روز دوشنبه سیوم ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با استحاب اشهد ان علی ولی الله فرمودند غالبا فقه ها معتقدند اشهد ان علی الله در ازان مستحب است فقط اختلاف در این است که جزء اذان است یا جزء نیست که جماعتی مانند مرحوم نراقی و مرجع تقلید راحل مرحوم آیت الله العظما محمد شیرازی بر این اعتقادند و ظاهرا هم حرف درستی است که جزء اذان است مانند قنود که جزء نماز است اما جزء اختزایی و مستحب است و در حاشیه های اروت و این مطلب آمده و بسیاری از فقها ها تصریح بر استحاب کردند معظم الله با اشاره به قولی که از مرحوم شیخ صدوق و یا شیخ توسی نقش شده فرمودند غیر از روایت قدیر یک در از روایات وجود دارد که در آن اشهد ان علی ولی الله به عنوان جزی از, از ازان و اقامه گفته شده است و خبر حسی ایشان و اجتهاد و حدس خود ایشان این بوده که این دست از روایات از سوی قلاد نخ شده است که البته حدس ایشان برای مقلدان شخص خودشان و در زمان حیاتشان حجت است و برای مقلدان دیگر فقها چه در آن زمان و چه بعد از آن حجت نیست ایشان با اشاره به روایتی که نقش شده در روز قدیر و پس از اعلام جانشینی امیر المومنین اشهد و ان ولی الله در از آن گفته شده فرمودند مشخص نیست و در روایات نیامده که پس از قدیر هم تا پیامبر زنده بودند در از آن اشهد علی ولی الله گفته شده و یا گفته نشده است اما از آنجا که خود پیامبر فرمودند هر آنچه که اطرت گفتند حکم پیغمبر است چون قول و فعل و تقریر ائمه حجت است حتی اگر در زمان حیات پیامبر اکرم نبوده باشد بنابر نقل شیخ توسی یا شیخ صدوق بر اساس عده از روایات بر اینکه اشهد ان علی ولی الله جزء آن و اقامه است تاکید دارد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم ببینید روایات رو باید جمع کرد یه روایت همین روایت که ایشون نقل کردن که در قدیر بعد خطبه پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون گفتن با اشهد علی و علی الله اومدن بعد منافقین به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کردن این چی بود اضافه کردن فرمودن ففی ما کل ما حول چی داشتیم صحبت میکردیم یعنی این تقریر کردن که اشهد علی الله هست یه روایت غیر از این که عرض کردم شیخ طوسی یا شیخ صدیق روان و علی فرمودن روایاتی هست چند تا نه دونه بله نقل نکردن اون روایات را